سلام و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در مورد روزه دوپامین که به آن سمزدایی دیجیتالی هم گفته میشه ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. اما اول ببینیم که دوپامین مسئول چه وظایفی در بدن انسانه دوپامین نوعی انتقال دهنده عصبی و هرمونیه که در بسیاری از عملکردهای مهم بدن از جمله حرکت، حافظه و پاداش و انگیزه و لذت نقش مهمی داره. سطح بالا یا پایین دوپامین با چندین بیماری روانی و عصبی هم میتونه مرتبط باشه در واقع دوپامین میتونه احساس پاداش شدیدی رو در فرد ایجاد بکنه و این لذت زمانی در مغز توسط این هورمون ترشح میشه که شخص به انجام کارهایی همچون خرید، خوردن شیرینی و استفاده از وسایل رسانه های اجتماعی تبلت های الکترونیکی میباشه علت کمبود دوپامین در بدن میتونه به عوامل زیر بستگی داشته باشه کمخوابی، چاقی، سوء مصرف مواد مخدر و چربی های اشبا شده و استرس بیش از حد همینطور کمبود دوپامین در بدن باعث بیماری های همچون پارکینسون، سندروم پای بیقرار و افسردگی میشه سطوح پایین دوپامین همینطور میتونه باعث احساس خستگی بدخلقی، بی و بسیاری از عوامل دیگر رو در شخص به وجود بیاره اما چگونه میتونیم دوپامین رو در بدن افزایش بدیم؟ راه های مختلفی برای افزایش سطح دوپامین به طور طبیعی وجود داره. یکی از راه های ها مصرف بیشتر پروتئین میباشه. پروتین ها از بلوک های کوچکتری به نام اسیدهای آمینه ساخته شدند که در ترشح دوپامین نقش موثری دارند همینطور برای افزایش دوپامین میتونید از غذاهای چرب اشباع شده کمتری مصرف کنید و همینطور مصرف پروبیوتیک های خودتون رو افزایش بدید همینطور مصرف لوبیاهای و غلات مختلف به رشد دوپامین کمک شایانه میکنه همینطور فعالیت های مختلف از جمله ورزش و انجام تحرک های بدنی نقش موثری در ترشح این هورمون داره عامل دیگه این هستش که باید به اندازه کافی بخوابید خواب به ترشح دوپامین کمک شایانی میکنه و در آخر یکی از راه های دیگه تقویت دوپامین گوش کردن به موسیقی می باشد اما چه غذاهایی دارای دوپامین بالا هستند این غذاها شامل لبنیات مانند شیر پنیر و ماست گوشت های فراورده نشده و ارگانیک مانند گوشت گاو، گوشت مرغ و بوغلمون همینطور مصرف ماهی های غنی از امگا 3 مانند سالمون و ماهی خال مخالی استفاده از تخم مرغ میوه ها سبزیجات به ویژه موز همینطور استفاده از آجیل مخصوصا بادام و گردو و همینطور شکلات تلخ باعث افزایش دوپامین در بدن می شون. اما چگونه سطح دوپامین خودمون رو در بدن تنظیم بکنیم یکی از روش های جدیدی که امروزه در بین محققان مرسوم هست روزی دوپامین یا سمزدایی دیجیتالی می باشه این روش شامل پرهیز موقت از فناوری های اعتیاد آور مانند رسانه های اجتماعی گوش دادن به موسیقی در پلتفرم های فناوری بازی های اینترنتی و همینطور محدود کردن استفاده از رسانه های اجتماعی می باشد طرفداران روزی دوپامین استدلال میکنند که این روش برای اعمال کنترل و نظم بیشتر در زندگی واجبه همینطور از فواید روزی دوپامین میتونیم به موارد زیر اشاره بکنیم توانایی تمرکز و افزایش میده. انگیزه رو فعال کرده و همینطور تنظیم قسمت عاطفی بدن رو بهبود میبخشه یکی از فواید دیگر روزی دوپامین اینه که خیشتنداری و قدرت اراده رو در شخص پرورش میده شکیبایی رو توسعه و بهبود میبخشه و رضایت از زندگی رو افزایش میده در واقع روزی دوپامین جدیدترین روشی است که ربطی به رژیم غذایی نداره و این روش به طور کلی از تعاملات لذت بخشی که میتونه سطح دوپامین رو در مرکز مغز تغییر بده خودداری میکنه در واقع ایده مفهوم سمزدایی دیجیتالی به کنترل تسلط تکنولوژی در زندگی روزمره کمک شایانی میکنه مزیت دیگر این روش درمان شناختی و رفتاری و همچنین رفتارهای اجباری کمک شایانی میکند تحقیقات علمی ثابت کرده که استراحت کردن از این فعالیت های دیجیتالی چرخش سیستم دوپامین رو متوقف میکنه با این حال باعث بازسازی و یا ترشوی بیشتر این هورمون نمیشه همینطور سمزدائی دیجیتالی میتونه دوپامین سری رو برای مدت کوتاهی از یک ساعت تا چهار ساعت در پایان روز امتحان کنید استراحت کامل برای آرام کردن ذهن و آرامش بدن خود داشته باشید در واقع سمزدایی دیجیتالی به شما کمک میکنه که فعالیت های افراتی در زمینه فنولی و دیجیتالی خودتون رو برای مدتی کوتاه متوقف بکنید به شما فرصتی میده که با خود و دیگران ارتباط مستقیم برقرار کنید و با انجام کارهای کوچک و مهم در زندگی حس خوشحالی رو در زندگی ایجاد کنید در واقع روزی دوپامین یا سمزدایی دیجیتالی جدیدترین راه حل برای مشکلات نسل کنونی ماست راهی عالی برای کاهش زمان تماشا به نمایشگرهای دیجیتالی و الکترونیکی است همینطور می توانید برای کنترل استفاده از دستگاه های فنی و صرف زمان بیشتر برای چیزهای مهمتر در زندگی خود این روش رو به صورت کوتاه مدت تمرین بکنید همینطور دوپامین همیشه به طور طبیعی آزاد میشه با این حال فعالیت های خاصی وجود دارن که سطوح غیر طبیعی دوپامین رو آزاد میکنن مانند مصرف مواد مخدر، قماربازی بازی های ویدیویی و جستجو در اینترنت می باشه. این فعالیت ها سیستم دوپامین بیش از حد تحریک می کنند. اگه نورون های حساس به دوپامین به فعال شدن بیش از حد ادامه بدهند، نورون های گیرنده را کاهش می تا سیگنال کمتری دریافت کنند و با انجام این کار حساسیت خود را کاهش می دن. سپس برای دریافت همان سطح پاسخ، محرک بیشتر و بیشتری لازمه به این حالت حساسیت زدایی گفته میشه اگه بخوایم اینو به صورت مثال تشبیه بکنیم مثل این میمونه که وقت در مرز آفتاب زیاد قرار میگیریم باعث انقباض یا بسته شدن قرینه چشم میگردد به زبان ساده فعال شدن بیش از حد مداوم سیستم دوپامین توانایی ما رو برای استفاده مؤثر از نیروی اراده برنامه ریزی مقاومت در برابر رفتارهای اجباری و موارد دیگر از بین میبرد در واقع این شباهت زیادی به اعتیاد داره اما این تغییرات میتونن حتی بدون اعتیاد در ما رخ بدهند همینطور اگه قصد روزه دوپامین و یا همینطور سمزدائی دیجیتالی رو دارید میتونید که از برنامه زیر استفاده کنید سعی کنید برای انجام این روز دوپامین یک تا چهار ساعت در پایان روز با خانواده خود وقت بگذارید و یا یک روز آخر هفته شنبه یا یک شنبه با خانواده خود بیرون از خانه وقت بگذارید همینطور برنامه دیگری پیشنهاد میشه که میتونید یک آخر هفته رو هر سه ماه یک بار به یک سفر برید و یا اگه امکان این رو دارید میتونید برای مدت یک هفته در سال به تعطیلات بروید احتمالا انجام این برنامه برای سلامتی و آرامش روحیه و نحوه گذراندن اوقات فراغت آرام به شما ایده میدهد و میتونید از آن به عنوان فرصتی برای دور بودن از زندگی مدرن و در آرامش بودن رو تجربه بکنید دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید اون رو لایک کنید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه یه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید